پدیده گیری علیه اسلام و مسلمانان یکی از شیوه است که طی چند سال اخیر برخی سیاستمداران و احزاب سیاسی در کشورهای مختلف غربی با هدف کسب شهرت و نیز جذب آرای بیشتر به آن روی می آورند. جدیدترین نمونه این اقدام انتشار توییت اسلام حراسانه نامزد انتخابات پنسیلوانیای آمریکا است. محمد آز که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات مجلس سنای ایالت پنسیلوانیا در ایالت متحده آمریکا شده توییت اسلام حرسانه هم حزبی و رقیب خود را افشا و از آن انتقاد کرد این چهره سرشناس و مطرح تلویزیونی و کاندیدای حزب جمهوری خواه مجلس سنای پنسیلوانیا طی اظهاراتی گفت کتی بارند رقیب حزب جمهوری خواه من به دلیل توییتی که در سال 2015 منتشر کرده فردی اسلام ستیز است مضمون این توییت این بود که اسلام دینی بر پایه پدوفیلیا یعنی کودک خواهی است از که در صورت پیروزی اولین سناتور مسلمان ایالات متحده خواهد بود در این باره به آسوشیتد پرس گفت اینکه بارند چیزی توییت کند که به کل یک دین توهین کند مضموم است این ایالت طرفدار آزادی فعالیت های دینی بوده و من به عنوان یک پنسیلوانیایی مفتخرم که از این باورهای پایه دفاع می کنم که هر دینی شایستگی های خود را دارد، بارند توییت های اسلام حراسان دیگری هم منتشر کرده است در پایان قابل ذکر است در چند وقت اخیر در برخی کشورهای غربی سیاست مدارن و احزاب سیاسی با گمان جمعوری آرای انتخابات به موزه علیه دین اسلام و مسلمانان می و این رفتار غیر انسانی را یک شیوه مبارزاتی در انتخابات تلقی می کنند.